بسم الله الرحمن الرحیم به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم دوستان خوب ما عزیزان فارسی زبان در هر کجا که هستید در هر گوشه ای از این جهان زیبا و پهناور خداوند که هستید انشاالله همیشه خوش و خورم باشید بسیار تشکر میکنم که باز هم برنامه خودتان برنامه زنده راوشنال را تلویزیون جهانی هادی انتخاب کردید برای نگاه کردن انشاءالله استفاده کردن و امید که تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید روزهای بسیار زیبای پاییز و خزان را پشت سر میگذاریم برای شما عزیزان آرزوی بهترین ها و زیباترین ها را دارم انشاءالله خب همطور که میدانید همچون روزهای دیگه چهارشنبه مهمان خوب برنامه ما خانم شریفی علیزاده هستند و با موضوعی که در هفته های اخیر با ما و شما در موضوع صحبت میکنند و مسئله و معضل بسیار ناراحت کننده طلاق است اجازه بدین سلامی هم با ایشان داشته باشیم سلام علیکم خانم علی زاده بسیار جز خوش آمدید سلام بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام احترام خدمت شما و بینندگان خوب این برنامه ان هر جایی که هستین جور و سرمن باشید و روزگار با شما خوش باشه ان شاء الله بسیار تشکر از شما خانم علی زاده بینندگان عزیز و محترم همونطور که زیرنویس شده شماره تماس برنامه را میبینید شما میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با همکاران ما در ارتباط شوید و نظرات خودتان انتقاد و یا پیشنهادی هم اگر دارید از طریق واتساپ و تلگرام با ما در میان بگذارید و همچنان بیننده های محترم اگر که کدام سوال همین الان هم از کارشناس محترم دارید در مورد موضوع امروز برنامه هم میتونید که سوالات خودتان را بفرستید ولی حتما ذکر بکنید که مرتبط به برنامه روشنا و کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده است و انشالله مطالبی که شما مفرستید فرستید برسی شوه و اما برنامه از طریق اینترنت هم در دسترس هست و شما میتونید همچنان برنامه را لایو ببینید از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی و برنامه گذشته را هم در سایت تلویزیون جهانی هادی و همچنان از طریق یوتیوب و آپارات ببینید و استفاده هم بکنید نظرات خودتان را در این فضاهای مجازی هم میتونید برای ما بگذارید ما حتما تک تک نظرات شما عزیزان را بررسی خواهیم کرد اجازه بدید از کارشناس محترم بخوایم تا یک مختصر برای عزیزانی که نو جمع ما پیوستند از موضوعات جلسات گذشته برای ما شما بیان بکنند و باز ادامه بحث در ایشان خواهیم بود خواهیم علیزا در خدمت شما هستیم تشکر همطور که بینندگانی که در جلسات قبل امروی ما بودن میدانند و بینندگان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستن که داشته باشند که موضوع مورد بحث ما به طور کلی بررسی عوامل و آسیب‌های اجتماعی و روانی طلاق هست و ما در هر برنامه سعی می‌کنیم یک عامل رو به اشتراک بزنیم و گپ بزنیم عاملی که در برنامه قبلی صحبت کردیم اختلالات روانی بود که بله. چگونه میتونه باعث طلاق شود و چگونه منشی برای اختلافات در زندگی زناشویی و نهایتا منجر به طلاق میشه این رو گپ زدیم یک سه موردش در برنامه قبلی بیان کردیم یکی اختلال بود به نام اچ که گفتیم که بیشفعالی ام. هست و یا عدم کنترل بیتوجهی در افراد است مفصل در مورد صحبت کردیم که چگونه میتونه باعث طلاق شوه و یک اختلال دیگه به نام اوسیدی یا وسواس بود که گفته به صورت فکری و یا عملی هست که این هم منجر و شروع اختلافات در زندگی باشه و یک منشه و عاملی باشه که ممکنه بعضی از زندگی ها را که اگر کنترل نشه شناخته نشه جلوگیری نشه درمان نشه منجر به طلاق و جدایی بشه یک عامل دیگر باز اختلالی بود به نام افسردگی که گفتیم بسیار شایع هست و زندگی با باید... یک فرد افسرده قطعا وقتی که طولانی باشه سخت میشه اگر درمان نشه مشکل ساز میشه و میتونه زمینه اختلاف را در یک زندگی زناشویی فراهم کنه این سه عامل در برنامه قبلی به طور کامل صحبت کردیم پیرامانیش و در ای برنامه ادامه همین مبحث رو انشالله با دوستا هستیم که بعضی انشال. از اختلالات روانی رو انشالله گپ بزنیم و اشاره کنیم نسبت به بله در شما خب، یک اختلال دیگه ای که باز بد نظر ما هست در برنامه صحبت کنیم تروما و یا آسیب های جسمی عاطفی و روانی هست که میتونه باعث و منشه شروع اختلاف در زندگی زناشویی شود خب چگونه میتونه تو رو ما ببینین تو رو ما در روانشناسی به عنوان یک ضربه روحی مم. یا یک زخم روحی تعریف میشه یعنی که عامل درونی نداره یک فرد که کاملا سالم است منشه روانی درونی نداره ولی یک عامل از بیرون باعث میشه که در او یک آسیب روحی و روانی جدی وارد شود مثل چی؟ مثل جنگ مثل انتحاری مثل تصادف مثل یک واقع ناگوار مثلا مرگ یا اینکه دزدی یا چیزی که دیده باشه بحشت زده باشه برای یک فرد ممکن یک آسیب جدی مخصوصا در کودکی وارد شد متاسفانه خب در کشور ما چیزی که در کودکی وارد میشه باز تا بزرگ سال, بله. بزرگ سال پیدا میکنه بله میمانه برای ببینید در کشور ما خب نمونه عینی زیاد پیدا میشه خب متاسفانه وقتی که جنگ در میگیره انتحاری صورت میگیره انفجار صورت میگیره خب او کسایی که در او مابین از بین میره کشته میشه دنیا میره خب او که مشخص تکلیف ولی او کسایی که زنده میمانه از بین او حادثه زنده میمانه و یا والدین و کودکانی که صحنه ها را میبینه و یا مادرانی که این صحنه ها را میبینه اطفالی که در مابین سرگ و خیابان این صحنه های وحشتناک را میبینه گرچه که آسیب جسمی نخورده مهم. زنده مانده از این فاجعه در امان مانده اما ترمایی که به او وارد میشه آسیب روانی و یا او زخم روانی که به او وارد میشه در بزرگسالی از او تاثیر داره در زندگی مشترک و زناشویی که بعدا چه تاثیر میتون داشته حالت وحشت زدگی داره حالتی که ممکنه هر لحظه یک ترس درونی در او باشه و او صحنه مثل یک فیلم جلو م. از او باز گذر کنه و متاسفانه باید حتی منجر به تشنج میشه که بسیار برایش سخته خوبی باید درمان بشه حتی ما وقتی آسیب های مثل جنگ یا انتحاری صورت میگیره خب باید روانشناسانی باشن که در این میدان و او خانواده هایی که باز مانده هستن و خانواده هایی که آسیب دیده هستن او بچه ها و یا او خانواده هایی از او محل ام. حادثه در امان مانده باید اینها درمان شود خب اگر نشوه میمانه به عنوان یک زخم در روح روان از او بعدها در زندگی هم دچار مشکلاتی ممکنه کسی باشه که ظاهرش کاملا سالم باشه ولی بالاخره او تروما در ذهنش مانده باشه بله بله کابوس های شبانه نمیشه برای ها. ممکنه شب های بحشت دست خواب خود بدار شود و یا, و یا حتی اگر ممکنه یادش هم نباشه ولی در زمیر ناخداگاهش او هست و یک چیزی او را آزار میدم بودم و گاهی وقتا میگیم که خب هیچ عامل بیرونی نیست خانواده خوبه سلامت جسمی خوبی داره ولی خب اگر ریشه یابی شود که بیشتر کار را میکنن میفهمه که در کودکی یک حادثه رو تجربه کرده و یا یک صحنه وحشتناک رو دیده ببینید این عامل درونی نداره خودش از درون سالمه بلکه یک عامل بیرونی وارد شده و منجر شده به یک زخم روانی به عنوان ما هست که شما در ابتدای برنامه در چند جلسه گذشته که بحث را آغاز کردیم به این اشاره کردن که متاسفانه در سالهای اخیر آمار طلاق بین خانواده های مر... مردم افغانستان بیشتر شده و نسبتاً شایع شده فکر نمی کنید که شاید یکی از مهمترین دلایل طلاق متون همین ترومای باشه که ناشی بله، از حوادث تروریستی است که در کشور ما متاسفانه آرامش زندگی‌ها زندگی ها بر هم بخوره و آرامش یک کشور آرامش یک جامعه وقتی در مرحله خطر باشه قطعاً عواقب از او میتونه یکی از عواقبی که منجر میشه و فروپاشی خانواده همین طلاق هست و پدیده جنگ و وحشت زدگی هست که روح و روان ها دچار تنش میشه دچار بحران میشه و اون سلامتی روانی در جامعه به خطر میفته و یه عواقبش خواهد بود خانم الزاده مثلا شما فرمودید که یک نفری که دچار تروما میشه ممکنه خود در قالب کابوس نشان بده خواب بد میبینه نصف شب از خواب بال میشه و مانند اینها خب این ای چه تاثیری میتونه بر طلاق بگذاره خب مسئله حالا جدی هست برای خود فرد است برای خانواده چه تاثیر دو طرفه ای داره وقتی که اون صحنه وارد میشه فرد اون سلامتی روانیش رو از دست میده دو آشوبدگی میشه ممکنه خشونت به خرج بده ممکنه لتو کنه اولادهای خود ممکنه جیغ و داد و فریاد بزنه سر همسر خود خب این همه میتونه که باعث بروز منجر به اختلاف در زندگی مشترک شود چون همه ای ما بالاخره در زندگی مشترک دنبال آرامش هستیم یعنی بدخویی ها هم میتونه یه علامت نشانه تروما باشه آسیب هایی که جسمی و یا عاطفی و یا روانی کلامی مم. در کودکی وارد میشه مثلا کودک در زندگی گذشته خود در کودکی خود از پدر خود و یا از برادر خود لطکوب خورده و یا سرزنش شده سرکوب شده و همیشه به او توهین شده پوشو و ناسزا گفته شده و تحقیر را تجربه کرده در زندگی پدری خوب خب, خب همچین فردی وقتی وارد زندگی مشترک میشه قطعا یک روان آزرده داره یک روان سالم و زنده و پویا نداره خب قطعا وقتی که وارد زندگی مشترک میشه اون روان را رو با خود همراه داره اون زخم هایی که چه به صورت کلامی چه به صورت جسمی همه. چه به صورت روانی و عاطفی در زندگی گذشته خود تجربه کرده همه. وارد زندگی مشترک میکنه و قطعا تاثیر داره روی رفتار از روی بیان ازو شما میفهمید که قطعا تاثیر داره و... یعنی احتمالش وجود نداره که یک نفر ترماهایی را از کودکی با خودش حمل بکنه ولی خب بیشتر در ناراحتی روحی برای شخص خودش, خودش نشان بده خب و بتونه خود کنترل کنه بده ممکن ابسرده شود آرام ام. ساکت شود منظوی شود کم حرف شود خب ممکنه پرخاشگر شود و مدام داد و بیداد کنه و سر اولاد خود سر صدای خود بلند کنه خب همه به شکل های مختلفی میتونه خود نشان بده و اینکه آیا بفهم یک فرد یک طور هست یا چه تجربه داشته در گذشته خب باید بستگی داره به اینکه درمان شوه روانکاوی شوه و یک روانشناس باید پی ببره که او این عامل از را پیدا کنه ولی به طور کلی کسایی که گفتیم حداقل اینه که آسیب های جسمی و کلامی را در زندگی خانوادگی خود تجربه کرده قطعا بعدا پدر و مادرهای خواهد شد که همون آسیب ها را باز روی فرزندان خود ایجاد خواهد کرد چون خودش در کودکی لط شده فرزندان خود با همون سبک تربیت میکنه لط میکنه و یا چون در کودکی خودش بسیار تحقیر و سرزنش شده در زندگی مشترک ممکنه همسر خود تحقیر و سرزنش کنه یعنی تحقیرها و سرزنش ها و, و ها تبدیل به شدن که یا آسیب ها و زخم های روانی شدن که تا بزرگ سالیش ادامه پیدا کرده تو رو ما میشه یک عاملی که از بیرون وارد میشه ولی آسیب های جسمی چیزی است که در زندگی خانوادگی تجربه کرده یعنی این گونه تربیت شده و همین سبک تربیتی باز در وقتی وارد زندگی مشترک میشه در سبک زندگی در سبک فرزند پروریش تاثیر خود گذاشت و باز هم گفتیم بستگی داره به آسانی تحمل فرد مقابل از او در زندگی مشترک ممکنه یک نفر تحمل کنه ممکنه اه. یک نفر تحمل نتونه برگردیم اصلا سر این مفصل تروما باز برای من جالب شد که آیا قابل درمان واقعا هست تروما یا یعنی اینکه نه چرا قابل درمان هست ولی خب کار روانشناس و روان درمانگر هست که بتونه او را درمان کنه ما متاسفانه در کشور ما خب مد... وقتی که یک حادثه رخ میده رها میشه دیگه فقط همون مجروحین و کسایی که سردم دیده به اونها رسیدگی میشه اما هم شاید رسیدگی نشه بله شاید کامل رسیدگی نشه به او آسیب های روانی آه. ناشی از او حادثه ها کمتر رسیدگی میشه درست است خب بینندگان عزیز و محترم بعد از میان برنامه برخواهیم گشت o o o o o محترم شما همچنان برنامه خودتان برنامه زنده روشنا را رو از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم شریفه زده به موضوع علل آمال روانی طلاق و که مسئله تروما را شما مطرح کردید در خدمت شما هستیم یک مثال بزنم شاید برای بینندگان عزیز باز قابل درک باشه مثلا شما دختری رو در نظر بگیرین که در کودکی از طرف برادر و یک پسر در فامیل خود مورد تعرض قرار گرفته باشه خب وقتی که این دختر کلان میشه و در آسانه ازدواج قرار میگیره و میخواد وارد زندگی مشترک شوه به همسر خود اعتماد نداره احساس نزدیکی نمیکنه و یک وحشت پیدا میکنه وقتی کنار اون همسر خود قرار میگیره احساس وحشت ترس لرز و حتی گاهی میگروزه فرار میکنه و دوست نداره کنار همسر خود باشه وقتی علت ازی رو جویا میشیم شاید عوام فکر کنه که خب بسیار یک کار احمقانه انجام میده و یا بسیار دختر نادان یا تربیت درست نشده و یا از این قبیل که ولی اگر اون شیابی شا با وسیله یک روانشناس خود به این نتیجه رسید که این کودک این دختر در کودکی خود ممکنه مورد تعرض یک مرد قرار گرفته باشه مورد تعرض برادر و یا یکی از پسرهای فامیل قرار گرفته باشه و این محرکی میشه که زمان هم همسر خود میبینه به یاد او حادثه میفته به یاد او فاجعه میفته و این ای میشه که باعث میشه این فرد دچار وحشت زدگی و ترس و لرز بشه و از ازدواج احساس آرامش را نداشته باشه و همیشه گریزان هست در زندگی و دوست نداره کنار همسر خود باشه این چیزی است که خیلی وقتها در جامعه ما تجربه شده و خیلی از ماهایی را دیدی متاسفانه باز در کنار عوامل تربیتی هم که قرار بود عموما دخترها را نف میکنن نه میکنن از این رقم روابط و اینها بله. باعث میشه که دخترها بسیار یک گارد داشته باشن نسبت به روابط و همسر خودشون بله, بله, بله اینم هست که اون آموزش قبل از ازدواج رو پیدا نمیکنه خب اینم یک نمونه ممکنه ایک... میخوام شما عوامل رو اشاره کردید که یک عوامل خارجی است که یک زخم در روح و روانش میگذاره خب عموما عوامل بسیار جدی هستن مثل انتحاری و انفجار یا تعرض هم که شما فرمودید ممکنه یک حادثه بسیار ساده باشه که دشان ما و شما که بزرگتر هستم نگاه کنیم او رو جدی نگیریم ولی او در نهاد او طفل یک تاثیر بسیار بزرگ و کلام بگذاره قطعا آسانه تحمل ما با یک طفل فرق میکنه ممکنه یک حادثه که ما ببینیم بر نظر ما یک چیز کاملا عادی باشه ولی خب قطعا برای یک طفل چون آستانه تحملش پایین است ضربه روحی که میخوره شدیدتر خواد بود ممکنه در ذهن ناخودآگاه از باشه مثل یک تصادف اه. مثل مثلا چپ شدن یک موتر را که وقتی ما شما ببینیم شاید چیز عادی باشه ولی اون صحنه چپ شدن موتر و یا زخم شدن او افراد برای یک کودک بسیار دلخراشه و ممکنه در از اون تاثیر ممکن بیشتر ممکنه ترما در بزرگسالی ایجاد شود یک خب نفر ساله باشه جنگ انتحاری که دیگه کودکی بزرگ سالی نداره آه. ولی آسیب جدیتر معمولا بر اطفال وارد میشه و بیشتر کسانی که در بزرگ سالی دو چار مشکلات هست منشهش در کودکی هست آه. که پیدا وقتی که ردیابی شوه و پیگیری شوه می که در کودکی یک واقعی تلخیره تجربه کرده که منجر به مشکل به در بزرگ سالی شده خب از این مبحث که بگذاریم اختلال دیگری هم که باز میخوایم گپ بزنیم در مورد استراب هست شاید خیلی از بینندگان عزیز تجربه کرده باشن که مادران اغلب مستربترن بله. و یک چیز کوچیک را کلان میکنن بعضی از مادران بازی استرابشون بسیار شدیدتر است مثلا وقتی که کودک از اون میره به مکتب تا آمدن از او بسیار دلشوره داره و بسیار فکرهای منفی میکنه که حال کودک من از مکتب که خارج شد به سلامت میرسه ماوینی را تصادف کنه ماوینی را تاریشه و بچون کدام کسی او را نگیره ندوزه و غذا فکر دیگر میکنه و تا زمان که در خانه بیاره به خود هی موج منفی میده به خانواده موج منفی میده خب ببینین استراب یک وقت هست به خود فرد آسیب میرسانه خب دوچار نگرانی میشه دلچوره میشه حراس داره و اون زندگی عادی رو مختل میکنه خب این فرد وقتی که مخصوصا مادر خانواده باشه این استراب را انتقال میده به افراد خانواده خب بچه دیگه از اون که نشسته مادر مسترب را میبینه همسر از اون مادر مسترب را میبینه و ناخداگاه جبه خانواده یک جو مسترب و همیشه نگران همیشه حراسان هست و این باعث میشه که تحمل این جو برای بعضی از همسران سخت باشه و نتانه یک خانم مسترب را اینجوری تحمل کنه خب پس باید در پی درمان زو باشه که این ممکنه باز منشأ عاطفی داشته باشه قبلا ها باز ممکن آسیب هایی که این مادر در کودکی مهم. دیده منجر به ترس و استراب شده باشه افراد مسترب معمولا خب منفی بافی های بیشتری داره و نکات مثبتش فکر نمیکنه و همیشه وقایع منفی را تکرار میکنه و زبان میاره و ما خب این علم داریم در روانشناسی این هست که هر که ما امواج منفی را بگوییم و بیشتر همون امواج منفی را دریافت میکنیم یعنی هر آنچه که فکر منفی داشته باشیم با اتفاقات با منفی تر برای امواج جور حرکت میکنه که همون منفی ها به سمت ما بیشتر و ما یک آدمی میشیم با انرژی منفی و قطعا وقتی کسی که انرژی منفی داشته باشه مخصوصا مادر خانواده باشه قطعا یک فرزندان سالم و پر انرژی و مثبتگرایی را نمیتونه تربیت کنه چون خودش منفی کره. چون خودش همیشه مستریبه چون خودش همیشه نیمه خالی لیوان را میبینه چه اتفاق میفته خانم که بین آقایان و خانم ها خانم ها اون من این خصلت را دارند؟ نه که آقایان نداشته باشه ولی آمار استراب در بین خانم ها بیشتر است نسبت به آقایان همونطور که آمار افسردگی بیشتر است ولی مثلا آمار خودکشی باز ام. بین آقایان بیشتر است با فرق میکنه بعضی بیماری های روانی هست که بین آقایان باز بیشتر است ولی استراب خب شما حالا زمینه ام. شاید عاطفی داشته باشه بیشتر که خانم ها درگیر میشه و اینکه چون خانم ها مشغله کاری بیرون نداره شاید بیشتر فکر میکنه ذهن خود مشغول میکنه به همین مسائل و چون احساس مسئولیت شدید میکنه نسبت به افراد خانواده و یا اولادای خود ممکن است که زمینه باشه برای استراب بله خانم الزاده استراب هم استرس است که میگن استراب هم استرس است که میگن یک نفر استرس استرس داشته باشه استراب داشت استراب خیلی شدید را که همراه با استرس باشه همراه با دلچوره باشه همراه با افکار منفی باشه همیشه منتظر وقایع منفی باشه متاسفانه فکر میکنم نسبتا بین خانم های ما شایع هست حالا البته خب دلایل خواست خودشان را حتما دارن به خاطر شرایط زندگی من و یا اتفاقایی که در کشور از ما میفته قطعا ببینید در کشور ما متاسفانه خب آمار همه بیمار اختلالات روانی بالاست خب وقتی کشوری که امنیت روانی نداشته باشه قطعا استراب در جامعه بالاست قطعا آسیب های جسمی روانی که آتپی بالاست قطعا ما بالاست خب این یک چیز کاملا واقعیتی هست که وقتی امنیت روانی نباشه این مشکلات در خواهد داشت خب این از اختلال و یا مبحث استراب گفتیم که بسیار تاثیرگذارش ولی اگر مهم. میبینین که شما یک مادری یا یک اولاد خودم میبینین که بیش از حد استراب داره گاه وقتا حتی کودکان که میره مکتب سوایشی که حالا مکتب درس داره یا کدام امتحان داره بسیار از شب مضطربه بله. دستای خود ماله و هم دیگه عرق میکنه کفی دستش و یا حتی اگر مداد میگیره یک پنسیل دستش میلرزه چرا مادر جانی کار میکنه چون امتحان داره خو خب، گپ نیست یک امتحان از خیر است با اینکه بسیار هم زیاد درس خود می میخوانه،, میخوانه میخوانه اما با این مکتب میره سر صنف خود یادش میره چون استراب باعث میشه که حافظه دیگه کار نکنه و ما این استراب رو در کودکان هم حتی ما میبینیم که بعضی از کودکان ما بسیار مسترب هستند خب اینها را باید مطالعه کنیم آگاهی پیدا کنیم که چگونه با کودکان مسترب ارتباط برقرار کنیم چگونه به او آرامش بدیم چگونه او را درمان کنیم در مراحلی که خیلی شدید میشه بالا میشه قطعا از طریق دارو هم درمان میشه ولی در مراحل سطحی تر که مادر میفهمه که امی کودک مستریب تر است نسبت به بقیه خب در مورد از مطالعه کنه و سعی کنه که با او را با گفتگو او را با آرامش بده و یا که بیشناسه که واقعا روحیه کودک چی رقم است چیزی که به ذهن من است که متاسفانه در کشور ما چون شرایط جنگ های داخلی و سال های سال این مسائلی که وجود داشته مردم ناخداغا مستربتر هستند مردم ناخداغا تو شما فرمودید آسیب های روانی بیشتری دارند خود همین آسیب های روانی منجر به انتخاب ها و انجام اعمالی میشه که خودی اعمال استرستا هستند آسیب‌زا هستند همین که نفر فکر میکنه با مثلا از بین بردن یک عده دیگه میتونه حرف خود به کرسی برسونه خب این شاید نشان دهند یک روان سالم نباشه دیگه قطعا روان ناسالمی داشته و این چرخه ادامه پیدا میکنه امیدوارم که یک روز برسه که همه مردم به این نتیجه برسن که باید این چرخه ای معیوب از بین ببرند چه خانم ها و آقایان در خانه خودشان چه در محیط اجتماع سعی بکنن که تداوی شوند و دنبال راه حل باشند ان شاء این مسئله در کشور ما کمتر شود یک میان بربر خانم ببینیم تشکر بیرندگان عزیز و محترم همین الان هم از طریق شماره تماس های برنامه که زیرنویس شده میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید و سوالات خودتون را از کارشناس محترم پرسان بکنید بعد از میان برنامه برمیگردیم خوب ما شما همچنان برنامه خودتان برنامه زنده روشنا را میبینید از تلویزیون جهانی هادی ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم شریفی الزاده با موضوع علل و عوامل روانی طلاق خانم علیزاده شما در مورد استراب و استرس صحبت کردید که میتونه که از علل روانی باشه که در نهایت منجر به طلاق شده خب ما بسیاری از خانواده ها رو میبینیم در پیش چشم خودمون ما مادرها بسیار مضطرب هستن استرس دارن و یا حتی و استرس رو انتقال دادن هم تو شما فرمودید به خانواده خودشون به اطفال خودشون زندگی خود انجام میدن چطور در چه شرایطی ممکنه که استراب منجر به طلاق شود؟ ببینین وقتی که استراب در یک حد معمولی باشه خب کاملا چیز نرماله هست خب من خانم ها مسترب تر هستن وقتی که بیش از حد باشه منجر باید. میشه که او روال طبیعی زندگی بر هم بخوره مثلا و هم سر میره سر کار یک هنوز سرکار خود نرسیده خانم زنگ میزنه رسیدی سالم رسیدی امه. آل ما زنگ بزن که چی خوردین او رو نخوری مریض میشه این کارا نکنی ناجور میشه خب روز کی میای مثلا خانه کی برمیگردی میگم مثلا من ساعت 8 حالا تا 8 شد 8 و 1 دقیقه که شد باز زنگ میزنه کجا هستی چرا نیومدی نکنه درا کدم اتفاقی افتاده نکنه کدم کسی را دادی باز اگر شد مثلا میگه خب باشه من میرسم وقتی که میرسه باز ده خانه باز شروع میکنه به سوال کردن چرا لباس تو این رقمه چرا ای کار نکنه تو فلان جا رفته بوده نکنه این کار کرده بوده وقتی بیش از حد استراب باشه در دراز مدت, در دراز مدت باشه یک فرد خسته امنید. میشه ببینین شما وقت به بچه خودم بیش از حد بهش بگی این کارو بکنی این نکن چرا این کردی برای چی سال کنی و کجا رفتی دقیقه به دقیقه از و بخاطر او بخواد به خاطر او استراب های درونی و یا حتی به خاطر که تو دوست داری چون علاقه داری به همسر خود دوست رو آسیب نبینه و یا اینکه همیشه فکر میکنه یک کسی به آسیب میرسونه یک جای آسیب میبینه مستربی همیشه از سوال میکنه یا همیشه میگه امروز خب سر کار نرو من میترسم یک اتفاق بیفته یا این فلان جا را این ای سفر نرو ما دل آرام نمیگیره یا این چیزا فلان کارا نکن نخر با این نرو خب این رقم خسته میکنه یک فرد مقابل در زندگی مشترک میگه این مدام افکار منفی داره یعنی حتی اگر منجر به طلاق رسمی نشه حداقل طلاق عاطفی و دیگه. فاصله بحنه. روحی که بین زن و مرد و یا مثلا وقتی که مرد میخواد یک چیزی رو مشورت کنه با زن خود محن. مثلا میگه من این می کارو شروع کنم وقتی یک خانم مسترب همیشه افکار منفی میده چون افکار منفی میدن مرد میگه خب باش که دیگه مشورت نکنم یا من میخوای یک مسافرتی بره خب میگه قطعا اگه زن خود خب بگم تا من برم و برگردیم خود کوشته دیگه از درسته پس میگه من هیچ نگم یا یک بهانه دیگری رو بیارم خب پس این بازی موجب میشه ای که مخفی نمید. کنه خب باز یک عاملی میشه که زن دچار استراب بیشتری شود خب متوجه به که, که معضل استراب یک معضل نسبتا شایع هست الان اگر شما بخواید یک راهکار پیشنهاد بکنید برای خانم چه چی راهکاری رو را بهترین میدانید خب اولین کسی که به خودش کمک میکنه خود یک فرد هست در درجه اول باید خودش بفهمه و بدانه و قبول کنه که یک فرد مضطرب و بفهمه که آرامش خانواده و خود با این استراب برهم میزنه و موجب دور شدن از خود میشه خب اگر همه اینا رو قبول کنه قطعا در پی درمان از اون خود رفت و خب بس میتونه مقاله بخونه میتونه راهکار درمان از اون رو پرسان بکنه میتونه پیش روانشناس بره میتونه و خود تلقین آرامش بده خب خیلی از روش هایی هست که به انسان آرامش میده حالا مثلا حتی ورزش هایی هست که مثل یوگا یا یعنی حالت تمرکز و آرامش میده اینا ها از روش های مختلفی در روانشناسی هست اینه که با مطالعه کردن با ریلکسیشن کردن با خلوت کردن حتی با ما دعا درمانی حتی داریم با همه اینها میتونه یک فرد به خود آرامش بده که زندگی روال عادی خود داره و من با استراب خودم جز این که این روال را خدشتار کنم کار دیگری ولی بازم قدم بله اول اما بله. خودش بپذیره که این رفتار بزره. مگ رفتار عادی بله. نیست. و در پی بله. درمان خود باشه خب این از مبحث استراب که میتونه تاثیر گذار باشه اگر درمان نشه قطعا دچار اختلاف میشه در زندگی مشترک و چه بسا کمین اختلاف ها کم کم منجر به جدایی هم باشه ام، یک دل عامل دیگری هم که باز بسیار تاثیرگذار گذار هست آسیب و ضربه مغزی هست ببین آسیب ها و ضربه های مغزی ممکنه یک فرد از کوه پرت شده ممکنه یک فرد تصادف کنه ممکنه یک فرد از یک ساختمان قلب بخوره به هر دلیلی به هر دلیلی وقتی که سر انسان مغز انسان دو آسیب میشه خب آمارها نشان داده که آسیب های مغزی با افسردگی با خودکشی با نوسانات خلقی و بسیار از بیماری های روانتنی ارتباط داره یعنی یک فردی سالم بوده مشکلی نداشته کاملا یک سلامتی روانی عادی داشته بعد از یک آسیبی که به مغز او وارد میشه ممکنه مثلا اثر یک ساختمانی قلب خورده باشه میبینین که اخلاق از اون تغییر آه. پیدا میکنه که آستانه تحملش تغییر پیدا کرده زود خشین میشه زود پرخوشگر میشه زود لتوکوب میکنه میبینی که بسیار یک شخصیت متفاوتی پیدا کرد قبل از حادثه یک رقم بود بعد از حادثه یک رقم شد بود خب این آمار ها نشان داده که رابطه وجود داره و میتونه ضربه مغزی متاسفانه منجر به از عوامل و حتی منجر به خودکشی شوه که یک فرق وقت بعد از ضربه ممکنه افکارهای منفی به خود را بده و یعنی ممکنه بعد از ضربه خود هیچ اثر جسمی نداشته باشه ما مثلا بگیم که خود بله جسمی درمون شد. شده باشه الهاد جسمی خب سی که میکنه از مغز از اینا میگه خب مشکل آسیب جسمی نداره درمانه و مغز این فرد نرمال کار میکنه ولی او ضربه روحیش وارد میکنه به خاطر هم تکان خوردن مغز به خاطر آسیبی که دیده به لحاظ جسمی و لحاظ روانی هم خود نشان میده و ممکنه فرد دچار یک مقدار اختلالاتی شود که باز هم در زندگی مشترک ممکنه که طرف مقابل تحمل نتانه و منجر شوه به اختلاف منجر شوه به مشکلات زندگی زناشویی و در نهایت احتمال داره به طلاق هم منجر شده. یک چنین چیزی که خانم علی زاده بالاخره ناشی از یک صدمه است که مغز وارد شده و الان دکترها هم میگن که خب مغزش کاملا اوکی است هیچ مشکلی وجود نداره چطور قابل درمان خب ببینید وقتی که خیلی شدید باشه مثل یک مردی باشه که خب یک تصادف پیرا یا یک یک حادثه رو تیر کرده آسیب مغزی داده وقتی به خانه آید کلی که میکنه بیش از حد <applause> خب سر زن خود سر اولادای خود بهانگیری میکنه لتوکوب میکنه خشونت به خرج میده و او خانواده آرامش نداره خب این خانواده میمانه اگر دورست. من با این مرد زندگی رو ادامه بدم قطعاً منظور از من که خب با این شرایط آیا قابل درمان هست؟ قابل درمان تا حدودی هست اینه که اینا با داروهایی رو مصرف هم. کنن گفتم عوامل جسمی ممکنه نداشته باشه. از لحاظ جسمی بلد. هیچ مشکلی نداره و باید به دنبال روان درمانی از او باشه که با دارو و یا با روان درمانی و مشکلات روانی که ایجاد شده بعد از او حادثه رو کنترل کنه و گاهی وقت اگر کنترل نشه مثلا همین که گفتم بیش از حد خشونت به خرج بشه قطعا زندگی کردن با همچین افرادی دچار مشکل میشه چنین چیزی فکر میکنم حالا نسبتا ممکنه به خاطری که محل کار آقایان خارج از خانه است و در معرض بله. آسیب ها هستن ممیده. مردم از ما اومان غریب کار هستند از بلده، ساختمان بلده. سر ساختمان سر سر ها کار میکنن برای مرد ممکنه ایجاد شود یعنی ممکنه یک مرد این حادثه ای صدمه ای مغزی برش ایجاد شود وقتی خودش هم متوجه نشه مثلا به دکتر نیازی پیدا نکنه دکتر نره و ممکنه برگرده خانه. خود بیدم. ممکنه ممکنه مم. خود دست ممکنه فراموشی بگیره ممکن اصلا خانواده خود به یاد نیاره ببینید شما به مثل یک فرد سالم دیگه میکنه خوردنش خوابیدنش نرمال هست ولی دچار فراموشی شده مم. خب آسیب به ظاهر مغز وارد نشده ولی ببین اون آسیب روانی که وارد میکنه حافظه خود از دست میده دیگه اولاد خود نمیشه ممکنه تا این حد تا این حد هم پیش بره بعد بر. آسیب مغزی ممکنه تا این حد هم پیش بره درست خب یک عامل دیگری که میتونیم گپ بزنیم سوی زن و یا بدگمانی هست که یک اختلال روانی هست متاسفانه در جامعه ما هم شاید بسیار شایع باشه و این اختلال هم باز در بین مردها بیشتر از نسبت به زنها اینه که نسبت به همسر خود بدگمان است سوء زن داره و همیشه فکر میکنه به او خیانت میشه و به خاطری که جلو این خیانت رو بگیره معمولا همسر خود هم محدود میکنه نمیگذاره خانه پدر خود بره نمیگذاره خانه قوم و خیش و فامیل خود بره رفت آمد از رو کنترل میکنه و یا حتی در موارد انقدر شدید میشه که در خانه را قفل میکنه مم. و همسر خود در اون خانه میگذاره گوشی موبایل زور میگیره و میگه تا ما اثر کار برگردم کنار من فقط بار. باشه تنهایی نمیگذاره خرید بره و تنهایی نمیگذاره بازار بره و تنهایی نمیگذاره که ما بین کوچه و سرک بگرده این مسئله که شما مطرح میکنه احساس میشه که بیشتر یک مسئله فرهنگی است تا یک مسئله روانی باشه چون در فرهنگ مسئله فرهنگ میتونه دامن بزنه میتونه شعله ور کنه میتونه در پوشش فرهنگی فرد خوده یک فرد مثبت غیرتمند جلوه بده و در حالی که این یک آسیب هست ببین آسیبی که خیلی وقتا به زندگی مشترک وارد میشه و یک زندگی مشترک را قابل تحمل نمیکنه و منجر به جدایی میشه متاسفانه در جامعه جوامع سنتی خب رواج بیشتر داره چرا چون اون فرهنگ اون جامعه سنتی دامن میزنه به این رقم مشکلات و میپذیره خب میگه خب یه حقش است خوبی مرد خانه است اختیار قیرت زن خود داره. غیرت داره, داره. و یا حتی متاسفانه این رقم هست که بعضی ها فکر میکنه شاید کدام چیزی دیده که رقم میکنه مم. شاید کدام خطای زنی و مرتکب شده کی هر که رقم میکنه هرچی که به او دیگران بگوید یا خانواده تو که بسیار زنی خوب و مؤمنه و داره و هیچ خلافی نکرده و یا این زن تا بیا خود اثبات کنه متاسفانه چون فرهنگ عوام قبول داره خب آسیب ها هم بیشتر میشه و همچین عامل بسیار دیر منجر به یک اختلاف میشه چرا که شاید سالها تحمل کنه یا عاملا شاید بگه باز بهتر شود شاید چون جز فرهنگ شود. هم هست معمولا ممکنه بپذیره. 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 بپذیره و این آسیب های روانی که زن میبینه در خانواده قطعا منشه او بدگمانی و سوی زنی هست که مردی خانواده داره بدون اینکه مقصر شناخته شود که آیا ای که بدگمانه ای که سوی زن داره ای, ای خودش یک اختلاله نه. ای خودش یک نیاز به درمان داره. روانی است که نیاز به درمان داره و باید شایابی شد شا، و من شایابی شد که شای، چرا یک همچین مردی همچین سوی زن و بدگمانی داره خب خودش هم آزار میبینه قطعا خودش آزار کداره. میبینه چون وقتی که مثلا سر کار هست خان... مادر خانواده رو خب مابین خانه ممکنه در قول کرده باشه و یا که ما خود مدام دلشوره داره که نکنه الان باز زن یک اتفاق, م... م... اتفاق م... بیفته نکنه بیرون بره و همیشه افکار منفی باعث میشه که نه خودش راحت باشه نه زندگی راحتی رو را بگذاره برای خانواده که تجربه کنه حالا اگر در مثلا یک کشورهای نسبتا آزادتری باشه در نهایت ممکن منجر به طلاق رسمی شود اگر در کشور خود ما باشه خب زن و مرد هر دو با همه وضعیت تحمل میکنن و قطعا زندگی سختیره خواهند گذارند خانم علیزاده فکر میکنم سی ثانیه فرصت داریم برای یک جمع اگر انجام بدید تشکر خواهش میکنم بحث مشکلات و اختلالات روانی را اگر جمع کنیم میتونیم بگیم که ببینین همونطوری که عوامل طلاق مختلفه بسیار عوامل های مختلف و چند وچی داره و یک از عوامل های بسیار مهم تاثیرگذار گذار در او اختلالات روانی مهم. هست که متاسفانه در جوامع سنتی مثل جامعه ما کمتر به او پرداخته میشه و کمتر او را به عنوان یک عامل میشناسیم و فقط به سلامت جسمی و ظاهری بیشتر اهمیت میدیم در حالی که سلامت روانی هم و هم اندازه سلامت جسمی و یه حتی بیشتر بیشتر هم برای شروع زندگی مهمه هم برای تداوم زندگی مهمه اگر فردی با سلامت دو فرد با سلامت جسمی ظاهرا با هم شریک زندگی باشن ولی سلامت روانی نداشته باشه ادامه ای زندگی قطعا دوچار مشکلات و اختلاف‌های خواد شد حال یا به طلاق عاطفی میرسه تحمل میکنه یا منجر به جدایی رسمی میشه درست است. بسیار بسیار تشکر از شما خانم مثلا همیشه بسیار عالی استفاده کردیم از شما عزیزان هم تشکر میکنم که تا لحظه برنامه خودتان را دنبال کردید ان برنامه های اندره هم از دست نمیدید با روی کاشناس محترم برنامه شما عزیزان را به خداوند یک تا می سپاریم در پناه خداوند مهران باشید اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.